السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوار هستم همتان جور و سر حال باشین. گران و دوستان، بیا هم تاست شراغلاست و اما یزی یاد الجبر نوی درست. منگه تیر اولاز درسو که اول تجیه مویلی یو چه مسائل نو بکارو کم ترسو بر تستاس و حفظیت تیر درس راسی، بیا بلرسو پا دوائی مو درمو چلورمو باقی درسونه چه ده تجیه پاتی پا غو بکارو. انشالله چه طول ډېر په شوق سره متوجه اوسېږئ او تر اخره ویډیو تعقیب کوئ. توکل په خدای. راځئ په مثال باندې بیانتو دا تجزیه نوې اول دا تجزیه نوې اول ما خوانده بودیم. اگر د بین حدود چیزی د کلش باشه، یا ضریب مشترک شده بتنه و یا متحول مشترک شده بتنه، این کار اجازه داره، میتونیم که مشترک بگیریم. حالا فعلا د سوالی که ما شما دارید تخته است با ما دایی که بین 5 و 3 و 4 بزرگتری قاسم مشترک گرفتن هم میتونیم، بخاطر که نیست او تا عدد نیست که همزمان هم 5 تقسیم شد و هم 3 هم 4، یعنی بزرگتری قاسم مشترکش وجود نداره. بنان بیا سر متحول کار میکنیم. آیا متحول وجود داره؟ بله متحول وجود داره. اینجا مکس یک وجود داره، اینجا وجود داره و اینجا وجود داره. کوچکترین توانش مشترک میگیم، اینجا توانش 2، اینجا 3، اینجا 1، اصلا 1 مشترک میگیم. اینال اکس یک ضرب چند شوه که پسیره بتن یک اکس یکش کم است، یک اکس یک باشه میتونه منفی. اکس یک ضرب چند شوه که سه اکس یک اکس دوره بتن سهش مونده و پولیش اکس دویش مونده، الان مثبت است. اکس یک ضرب چند شوه که یاده بتن چارش مونده، چار نشته کردیم. اکس یکش اینجا دوتاوانش کم است که باید باش بتن اکس یک مروه. چرا؟ اکس یک ضرب اکس یک مروه پس اکس یک مکاب میشه و اکس دو مکابم که نداریم چیزی برش مشترک، خودش مشتا میکنیم. اگه پس ما شما اکس یک امره ازی هر سه ات پس دوباره ضرب کنیم، این می چیز میتا که نمی موضوع عبارت از تجزیه نوع اول بود، به خاطر که دوباره پرکتیس شو برتم کار کرد. بین بالای شماره دوم تجزیه نوع دوم درس جدید ما شما در تجزیه نوع دوم، اگر پلیمای الجبری در شکل بینومهای تفاضل مربات قرار داشته باشه، میتونیم او رو به شکل اصل ضرب دو قوس تجزیه بکنیم. این چی معنا داره؟ مثلا اگر ما شما داشته باشیم که فرزن A مربع منفی B مربع، ما این مطابقت خوانده بودیم، نمای دوش و سکو یک قوس می شد A منفی B، قوس دیگه می شد A مثبت B. کسایی که در مطابقت آشنایی کامل نداره، ویدیو قبلی رو ببینین، بسیار به شکل تفصیل مفصل تدریس کردیم در چندین ویدیو، مطابقت از اونجا یاد بگیریم که خیلی مهم است. اینالی نظر بازی مطابقت میتونیم تجزیه نوع دوم کار کنیم. بیاین برای مثال کار میکنیم. مثال گفته شده پلیمه‌های زائل تجزیه کنیم. اینال تجزیه ببینیم اگه در شکل مطابقت جور آورده بتونیم تجزیه میکنیم، بسیار کار نیک است. اکس مربع منفی 16. آیا در اینجا اینال باش بخاطر که به این شکل مطابقت جور شد باید توانای اردوش تفاضل مربعات شود؟ نه تفاضل یعنی منفی مربعات، یعنی نمایش دو دو شود. حالا خو یک اکس مربعی جا داریم در مثال، اما 16 نداریم. میرید چی خواد کردیم؟ اکس مربع را خودش نشته میکنیم، 16 را اگر به این ترتیب نشته کنیم که 4 مربع چطور است؟ اگر کسی نمیفهمه 16 را تجزیه بکنیم پیدا میتونیم 4 که در نفسی دو فضم شد دوباره 4 16 را میتونیم. این حال نمایش مشابه شد، تفاضل مربعات ازش جور شد. این حال میتونیم به شکل اصل ضرب دو قوس انکشاف بدیم. چه قسم میتونیم؟ به یک قسم قوس اول منفی، قوس دوم مثبت. قوس اول ما خیره، اینجا ما شما ای منفی بی داشتیم، حالا به جای ای منفی بی اکس منفی 4 داریم. خیر نشتم میکنیم قوس اول اکس منفی 4، قوس دوم میشه مزدوج اکس مثبت 4. وقتی در این مطابقت قوس اول منفی میگرفتیم، قوس دوم کلش مثبت میومد که از یکی کم به دیگه اضافه بود. حال صرف ساده کار میکنیم به این ترتیب میشه. بیایم دوستان بالای مثال بعدی. این با نمای 2x منفی 1 پولیش است. خب نمایش باید مربع بسازیم، تفاضل مربع جور شود. قبلا خواندیم که باید تفاضل مربع جور شود، جور میسازیم. ای به نمای x کل به نمای 2. مشکل داری؟ زمانی که در قوس گرفتیم نمایندگی از این میکنه که نما در نما ضرب میخوره، x ضرب 2 پس 2x هم میتن منفی 1 هست. کل مربع اگر نشته کنه مشکل داری، 1 هر قدر پس در نما که ضرب شد پس 1 هست. نمای دوش دو شد، تفاضل مربع جور شد، بله جور شد و دو قوس انکشاف ده. قوس اول ای با نما x منفی 1 تجزیه کردم و قوس دومش ای با نما x مثبت 1، این می بارتا تجزیه نما بارست دو مزدور شد. بیر باره مثال بعدی، این مکاب منفی بی منبا. خب ببینیم که اگر تجزیه نما بار امکان داره، تجزیه نما بار پیش بریم باز دوم پیش ببریم. بله تجزیه نما بار امکان داره، اگه در بین اردو هست مشترک میگیریم. ای زر چند شوی مکاب میتر ای منبا منفی در پولیش هست بی منبا. اگر پس ای امره اردوی زیزب شود
پس بوده میته که تجزیه نوی اول است مشتره گیری کردیم. این حال آیا این را میتونیم به شکل مطابقت تجزیه بکنیم؟ یعنی بله میتونیم. ای خودش قوس اول شما میشه ای منفی بی و قوس دوم شما میشه ای مثبت بی. من بالای مثال بعدی پی برمای 4 منفی وای برمای 6 به شکل مطابقت آیا میتونیم جور؟ بله میتونیم. میتونیم مشتره کنیم پی برمای 4 پی مربع کل مربع مشکل داری؟ قوزار نمادن ما ضرب میشه پس دو دو چار مونه میتر منفی وای مکعبه وای بنامه شش جور میکنیم وای بنامه سی کل بنامه دو مشکل نداریم بخاطر که به شکل تفاضل مربات جور شد. اینا رو به دو قوس انکشاف میتیم. قوس اول میشه که پی مربع منفی وای مکعب یعنی اینین موارو موارزش میتیم تفاضل مربات شد تفاضل مربات. قوس دومش باز مثبت پی مربع منفی ببخشید مثبت وای مکعب به دو قوس انکشاف داشت. من برای مثال بعدی تجزیه میکنم. یو مربع خودش صفر اشاره اشتیا که تونشتا میکنیم با کس را میبریم اشتار یک است مکمل عدد چند است؟ اشتار یک. بعد اشار چند خانه است؟ دو خانه است. متولی نیست؟ نه. خیلی بعد اشار دو خانه است تقسیم است. این حال تفاضل مربع جور میکنیم ازش یو مربع خودش اشتار یک که تجزیه کنیم نو مربع و داره که تجزیه کنیم ده مربع میشه کل مربع. مشکل داره؟ نوی برده که در نفس دو دفع ضرب شمیره نمیتر نمو هر دوش دو دو است. اگر میگن کی از کجا شد نو و ده اشتار یک هم تجزیه کن صد هم تجزیه کن. کسایی که نمیفهمه درس حساب ریاضی که ما در حسابی که ابتدا درس زدیم ویدیوش را پیدا کنید تعقیب کنید با دوزوی موضوعات کار کنید. توانه اردوش مشابه است؟ بله مشابه است. به شکل مطابقت انکشاف میتیم. قوس اول میشه یو منفی نوی برده قوس دوم علامش مثبت نه یو مثبت نوی برده به دو قوس. بیم مثال بدی یکی بر 16 اکس مربع منفی 0.36 همزمان کنشور باید بکنیم کل مربع باید چوه ایتونه که مربع داره صحیح مربع یک بر 16 کجاست؟ اشتباه نکنی نه؟ یک بر 16 را که تجزیه کنیم بازم جواب ما شما به دست میاریم که یک بر 4 اکس کل مربع اگه ایتونه اشتباه کنیم مشکل داری پس یک مربع یک میشه 4 هم که در نفسش دو دفعه ضرب کنیم 4 مربع 16 را پس با ما میده و اکس هم که دو دفعه ضرب شد 16 میشه منفی 0.36 را به کسرا میبریم مکمل عدد 36 تقسیم باید شار دو خانه است تقسیم 100 این حال تفاضل مربع جور میکنم یکی بر 4 اکس کل مربع یکی بر 4 اکس کل مربع منفی 36 که تجزیه کنیم 6 میبره و 100 که تجزیه کنیم 10 میبره اگر پس در نفس شینمی 6 برده رو دو دفعه ضرب کنیم پس مونه میده و شکل مطابقت جور شد این حال تجزیه میکنیم قوس اول منفی یکی بر 4 اکس منفی 6 برده اگه x بر 4 نشتا کنه مشکل نیست چون مخرج x یک است یک ضرب 4 4 یک ضرب x x صورت ضرب صورت مخرج مخرج قوس دوم یک بر 4 x این باری علامه مثبت نه مثبت 6 بر 10 به ترتیب تجزیه میشه. من بالا مثال بعدی مثال بعدی با ما شما گفته شده که m منفی 3 کل مربع منفی 9 کل مربع ابتدا باید به شکل مطابقت کل مربع کلش کل مربع شوه. حد اول جور است بله حد اول کل مربع داره مشکل نداره خیر خودش نشتا میکنیم که ام منفی سین کل مربع مشکل دیگه است که جور نیست کدام عدد دو دفعه ضرب شون رو میتا اگه تجزیه کنیم سی است سی اینا له کاس پوری سی کا کل مربع مشکل است سی کا که نفس دو دفعه ضرب شوه سی کا ضرب سی کا سی نو کا ضرب کا مربع پس اون چیز میتا اینا له به شکل تفاضل مربع جور شد به شکل متفاوت تفاضل مربع انکشاف میتیم قوس اول منفی قوس دوم مثبت این حال نشته میکنیم قوس اول ما ام منفی سه این خو مکمل عد اول است که اشتباه نکنیم مکمل عد اول است مکمل ایس این مکمل بیس و یا مکمل عد اول است که عبارت از ایس ام منفی سه منفی سه کرد یه قوس قوس دوم باز عد اول ام منفی سه این کرد اول است بازی بار علامه مثبت مثبت سه کرد به این ترتیب میتونیم به دو قوس انکشاف بدیم. به این بالا مثال بعدی تیار متوجه هستیم به شکل مطابقت ای مربع منفی بی مربع جور است این مکمل عدش ای و این مکمل عدش بی. خب ساده است انکشاف بدیم دو قوس. قوس اول 2x منفی 5 وای عد اول است یک قوس بزرگ باز میکنیم که فهمیده شود منفی عد بی به خاطر که مطابقت که انکشاف بدیم ای منفی بی بود دیگه چی بود؟ ای مثبت بی آر مو تو تنها ای را نشته کردیم منفی شا بردم بی شا نشته میکنیم بی ما هست سه اکس مثبت وای. به شما سوال خواد اتفاق بفته که استاد چرا دو قوس واس کرد؟ بله آفرین به خاطر از اینکه یک قوس خود ایج است نه؟ اینی اگه ایج یک اد می بود بازی مهم نمی بود یک قوس
حالی منفی امر ردی از دالت چی است؟ امر ردی دالت ضرب است. از این خاطر پیشوی شک قوس دیگه باز یک قوس دیگه باز کردیم. این مزبط بی. ای اد اول ماست دو اکس منفی پنج وای. ای بار علامه چی میه؟ ای بار علامه مزبط میه اد دومش. اد دوم و شماست سه اکس مزبط وای. قوس بسته قوس بسته. دو ترتیب و دو قوس تجیر شد. پیش میره سوال. بله میره پیش. قوس سوال نشته میکنیم دو اکس منفی پنج وای خودش. این موضوع را منفی امر ردوی ضرب است، منفی ضرب سه اکس، منفی سه اکس، منفی ضرب مثبت وای، منفی وای. این قوس اول ما شد، قوس دوم ما نشته میکنیم، دو اکس منفی پنج وای خودش، این مثبت امر ردوی از عدالت چی است؟ ضرب است، مثبت ضرب سه اکس، مثبت سه اکس، مثبت ضرب مثبت وای، مثبت وای. قوس بسته، ترتیب میتیم سواله. اینجا دو اکس داریم، اینجا منفی سه اکس داریم. مثبت دو اکس منفی سه اکس، هر دوی شدود مشابه جمع متفق میشه. علامه از داده کلان که سه اکس است. سه اکس که دو اکس برای منفی اکس. منفی پنج وای منفی وای. هر دوی شم علامه است. مشابه هم است. از علامه مشابه یکی شداد جمع میکنیم. منفی پنج وای منفی وای. هر دویش مشابه جمع میشه. منفی پنج وای منفی وای منفی شش وای. یا قوس قوس دیگه. دو اکس و سه اکس. هر دوی شم علامه است. از علامه مشابه یک علامه داد جمع. دو اکس و سه اکس پنج اکس. منفی پنج وای مثبت وای دو عدد مختلف علامه است. علامه عدد کلان که عبارت از پنج وای است. عدد تفریق از پنج وای که یک وای عبارت چهار وای. به این ترتیب به دو قوس تجزیه تمیزیم. سوال بعد اینه که شاگرد عزیز میبینید روی تخته زیادتر جای زیادتر استادا سوال میتن میگن که ایگون شاگرد را به این باریکی زی سوال گیر میندازن. بسیار ساده است. تکنیک شاید بگیرین بیبی پنج به شکل مربع کامل چیگونه میتونیم به شکل مربع کامل نشتیش کنیم؟ آیا امکانش است؟ آیا خیر؟ به خاطر این موضوع وای بنمای 8 چطور میکنیم؟ وای بنمای 4 کل بنمای 2 مشکل داریم؟ پس نمان ما اگه ضرب شد پس مو 8 میتونیم 4 دو 8 پس مو میتونیم 5 یک قسم میکنیم 5 زیر جزر نشتا میکنیم کل مربع اگه مربع زیر پس کت درجه اختصار کنیم پس 5 میمونه هیچ کس هم چیز گفته نمیتونه اگه گفت غلط است پس مربع را کتیزی بزنیم کل مربع نشتا کنیم زیر جزر چرا درجه جزی که درجه نه درجه دو دو که دو میره پس پنج میده به شکل مطابقت تفاضل مربعات ما خود سوال آوردیم اینال با دو زو با دو قوس انکشاف میکنیم قوس اول ما وای بنمای چار منفی جزر دوم از پنج قوس دومش وای بنمای چار مثبت جزر دوم از پنج به این ترتیب با دو قوس تجزیه میکنیم من بالای مثال بعدی اکس بنمای شش پولوی شسته منفی وای بنمای دوازده چی کنه میتونیم سوال جور بسازیم اگر اتو نشته کنیم اکس بنمای این است ایجا نشته کنیم سه کل بنمای دو چی مشکل داریم ایچ مشکل داریم پس ما در ما ضرب شد دو سه شش پس مولی میتر ششین پس مولی میتر منفی دوازده را میخوایم به شکل مربعی کامل بیایه وای کل بنمای شش ای کل بنمای دو مشکل چیزی داریم لخیر پس ما در مازر بزن دو شر دوازده دوازده ضربی دوازده ایم پس دوازده ایره میده و شکل تفاضل مربعات بله آمد به دو قوس تجزیه میکنیم قوس اول میشه اکس بنمای سه این منفی وای بنمای شش ای قوس دو میشه که علامه مثبت اکس بنمای سه این مثبت وای بنمای شش ای به دو قوس به این ترتیب تجزیه شد من شاگردان عزیز بالای موضوع بعدی تجزیه نوع سیوم تجزیه نوع سیوم هم میتونیم بگیم که تجزیه به کمک مربع کامل هرگاه یک پلینوم الجبری در شکل ترینوم ترینوم چی مانا؟ ترینوم سه هده را میگه کسایی که معلومات نداره ویدیوی قبلی را ببینید در شکل ترینوم های درجه دوم درجه دوم بخاطر که توانش دوسته قرار داره بزرگترین توان البته به این شکل که ما شما میگیم اینی ترینوم است سه هده است درجه دوم بزرگترین توانش دوست قرار داشته باشد میتوان آن را به شکل اصل ضرب دو قوس یکسان تابر زل تجزیه که چه قسم میتونیم تجزیه بکنیم جزر دوله و سیوم میگیریم علامه از دو وسط را در شکل مربع کامل یعنی کل مربع نشته میکنیم و اگر میخوایی پس امتحان شوه که یا صحیح است یا غلط آسل ضرب دو چند آسل ضرب ضرب کو دو چند جزر اول با دو سیوم حد وسط را آسل نماید در صورت که دو وسط داد چی کار کنیم که دو وسط بده آسل ضرب دو چند جزر اول و یعنی به این مانا که اصل ضرب
ضرب میکنیم دو چند جزر ادوال با حدیثی اومه، دو چند میکنیم ادوال و حدیثی اومه، اگر ادوست اداد صحیح است اگر اداد غلط است. میم بالای مساله بره و مزبه دوی بی مزبه بی مره و آیا ادوست همیت یا نمیکرد، چگونه کار میکنیم، چگونه تجزیه میکنیم، بازای تجزیه کردیم ادوست همیت یعنی اگر نداد چطور ببینیم در شکل اومی قرار داره. بله در شکل اومی باید قسم باشه، اینجا علامه مثبت باشه مثبت ای مره و اینجا پروا نمیکنه که مثبت یا منفی توی بی مثبت بی مره و ذره بخ میبینید این قسمت ها زیر بای بی م... بی و یک است اینجا دو چند باشه به این ترتیب. بیایم مثال کار کنیم خوب متوجه باشیم. جذر مربع اگر مربع را در زیر جذر پرتیم جذرش میبره ای، اگر بی مربع را زیر جذر پرتیم جذرش میبره بی. جذر اول عدد دو مگر عدد سیو مگرفتیم، ای عدد اول بود، ای عدد وسط است و ای عدد سیو است، یا عدد دوم است یا ایره بیتریم عدد دوم بگیم پاریش عدد سیو است. و اگر ما شما علامه از کجا میگیریم؟ علامه از وسط، جذر عدد اول، جذر عدد سیوم، علامه از وسط کل مرابر. اگر بخواییم کار درست است یا غلط است امتیارش بکنیم، دو چند میکنیم، دو چند حد اول حاصل ضرب دو چند حد اول و حد سیوم، اگر وسط داد سهی سگنه نداد غلط است، دو ضرب دوی دوی ضرب بی دوی بی دوی بی داد، بله حد وسط داد خیلی سهی است. این حال چه قسم انتخاب میکنی؟ جزر حد اول ای علامه از وسط که مثبت است، جزر حد دو سیوم که بارت از بیس کل مربع، ای مثبت بی کل مربع است. ای با چی ماناست؟ این حال اگر میخی به شکل حاصل ضرب دو قوس نشته کنی این انکشاف نتی به این ترتیب نشته کنی، یعنی ای مثبت بی این می قوس تنفسی دو دفعه ضرب شوه، ای مثبت بی و ای مثبت بی. کس گفت اشتباس پس از ای مثبت بی ها یک داره نمادن ما پس جمع میشه از قاعده مشابه قاعده، چون قاعده عدالت ضرب است نماد جمع، نماد جمع شو پس ای مثبت بی کل مربع میشه. میم بالای مثال میبینیم ابتدا که سوال بله در شکل اومی قرار داره، تجزیه میکنیم جذر اول جذر مربع ای علامه از وسط جذر سوم بی، جذر بی مربع است چی مانا؟ یعنی اگر بی مربع را زیر جذر پرتی مربعش میبرد تنها بی میمونه، به این ترتیب است ماناش بی. این حال آیا عدد وسط هم میتنه میتنه بخاطر امتحان دو چند میکنیم حاصل ضرب جذر عدد اول و عدد سوم، دو ضرب دوی دوی ضرب بی دوی بی، بله میت. خیلی حالا به چی شکل نشته میکنی؟ جذر عدد اول شده علامه از وسط منفی جذر عدد سوم بی کل مربع. این حالی به این که با دو قانی قوس ده نفسش ده فضا بشه، منفی بی ضربه منفی بی، یعنی با دو قوس تجزیه شد. بیم بالا مثال میخوایم به شکل مطابقت تجزیه کنیم، ابتدا ببینیم آیا شکل اومی را داره نداره. شکل اومی تجزیه نویسی اومی تو بوده مربع مثبت منفی دوی بی مثبت بی مربع، بله تقریبا به می شکل قرار داره. این حالا چی خواد کردیم پیش میریم، اکس مربع منفی ده اکس مثبت 25، جذر عدد اول جذر x مربع x است، جذر عدد سوم 25، 25 اگه زیر جذر دوم پتی پای میبره. اگر پس دو چند شوه آیا عدد وسط میت یا خیر؟ بله میت، دو پنج ده ده ضرب x ده x، بله ده x داد، دو چند جذر عدد اول و عدد سوم دو پنج داد ده ضرب x ده x پس داد. خیلی ناله جذر عدد اول x بود، علامه از وسط عدد وسط همی سلامش منفی است، جذر عدد سوم 5 است کل مربع، x منفی 5 کل مربع. اینا رو به دو قوس میتونیم نشتا کنیم، x منفی 5 قوس دیگه شام میتونیم نشتا کنیم x منفی 5. اگه دو قوس پاس ضرب بخوره فکس با ما شما میره میت. سباز سر سوال بعدی می آیا شکل اومی داره نداره؟ بله داره، شکل اومی مایه تو بود مربع مثبت منفی مثبت منفی دو چند عدد اول و عدد دوم یعنی دوی بی و مثبت بی مربع تقریبا امو تیگالت داره. آیا که صدق میکنه نمیکنه میبینیم، خود ذریب از اینجا یک کسی جامعه کس، بله تقریبا شکل اومی داره. این حال سوال نشته میکنیم وای مربع مثبت وای مثبت یکی بر چار، جزر وای مربع جزرش هم میگیریم وای جزر یکی بر چار. دوستان عزیز اگر ما شما یکی بر چار زیر جزر دوم پرتیم جزر چند به یک یک است، وقتی که زیر کسر بود اگه میبره امره کسر مصر میبره جزر دوم شاد دوست، یعنی مثبت یکی بر دوست یکی بر دوست. آیا صحیح است یا غلط؟ دو چند میکنیم دو چند جزر اول دو دوم ضرب میزنیم که آیا دو وسط همیت، یعنی دو ضرب وای ضرب در یکی بر دو. وقتی که ضرب بزنیم میبینیم این دو که دو میره تنها وای میمونه، بله حد وسط با ما شما داد نداد داد. خیلی نشته میکنیم که جزر اول وای
علم از وسط که بارت هست مثبت هست، جزرد دوم، جزرد سیوم ببخشید، یکی بردیم کل مربع. این حالا ایره میتنیم به شکل اصل ضربه دو قوس که این قوس ها یک چیز باشه نشته کنیم، یعنی وای مثبت یکی بردو در نفسی دو دفعه ضرب بشه، وای مثبت یکی بردو و قوس دگاه میشه وای مثبت یکی بردو. دوستان عزیز تشکر که تا به این لحظه ویدیو رو